خودم. این من از دوستانی که آقایی که گفته شده بود الان فعلا فرم کفایتی بود به موقع درست آپلود کردن. من کمکان چند موردی هست که آقایی میدونم دلیلش چیه. حدود 75 تا نظر ما الان دفاع داریم، 75 نفری هستن که فرمای کفایت رو درست آپلود کردن که منو به تفکیک گرایش ها توی سایت هم گذاشته شد. ولی 4-5 نفر هست که فرمشون مشکل داره. لطفاً چیزی که تو سایت میذاریم براتون حتما چک کنیم. سایت روز پروژه هم همین آدرسی که این بالا میبینیم توی ECE Project Day بالا توی صفحه حالا اطلاعات تکمیلی رو هم میتونیم اطلاعی ها رو کلن توی اخبار و اطلاعی ها دنبال کنیم از این رو برد موثق ترین چیزی که فعلا داریم از طریق تلگرام و بقیه گروه هم که اطلاعات رو بهتون میرسونیم. اطلاعات پروژه ها هم الان ورژن قبلی که من از آموزش دریافت کرده بودم اینجا آپلود شده. توی اون لیست حالا اسم دانشجو، عنوان پروژه، اسم استاد راهنما و داور مشخصه. بر اساس اون این فرم اولیه داشتیم که این اطلاعات آپلود شده ولی یه تغییر میکنه که حالا نمیدونم شاید هم الانم آپدیت شده باشه. قرار بود خانم تو زحمت بکشن اینو آپدیت کنن. لطفاً همتون حالا این اطلاعات پروژه رو چک کنین، اسم خودتون رو پیدا کنین، عنوان پروژه‌تون به طور خاص، اسم استادانه ها، این اطلاعات رو حتما چک کنین که اگر اشکالی هست سریع خبر بدین که درستش کنین. چون این فرما یه خورده بالا پایین شده. الان دو فرم یه سرش بر اساس چیزیه که از CCM دانلود شده تو اطلاعاتی که خودتون آپلود کردی. یه سرش هم اونایی هم که آموزش میمون داده. مثلا یه موردی که خود من دیدم دو تا عنوان پروژه یکسان بود. حالا واقعا نمیدونم اینجوری تعریف شده یا نه اشتباه تایپیه. پس لطفا حتما اسمتون رو توی سایت چک کنین که اگر همچین مشکلایی وجود داره حتما برطرف بشه. چون معیار تصمیم گیری ما و تقسیم بندی زمانمون بر اساس همین اطلاعاتیه که تو سایت. اگه کسی هم اسمش تو لیست نیست به معنی اینه که فرم کفایت آپلود نکرده یا مشکل داشته و بر اساس این لیست زمانبندی میشه و جای بوسترها مشخص میشه و اصلا فرد توی اون زمانبندی قرار میگیره. پس لطفاً چک کنید اگه مشکلی بود حتما اطلاع بدید. خب یه ددلاین اضافه من بذارم براتون تا آخر امشب برای اون کسایی که فرم کفایتشون مشکل داره. این دیگه آخرین وقته. دوستان میگفتن که دیگه این وقتو ندیم. چند بار گفتیم که 11 ام آخرین مهلته ولی میدونم یه چند نفر کارشون تموم شده و سالانه‌شون میمیل من زده ولی فرم کفایت آپلود نکردن. لطفاً این کارو تا امشب انجام بدید. تو اسایمنت قبلیه نمیتونید این کارو بکنید. اونو بستیمش دیگه. یه جدید باز میشه براتون که این فرم آپلود کنیم و لیست ما بر اساس اون نهایی بشه. خب بعد از این ددلاین بعدی که پیش رو داریم 19 که قراره اون فرم پیشنهاد پروژه‌تون که تا الان به صورت سنتی شما امضای استاد راهنما و داور می‌گرفتین، نمره وارد می‌شد و تحویل آموزش می‌دادین، همون فرم رو باز تحویل آموزش می‌دین، یه نسخه کاغذیشو یه عکس یا یه اسکن هم ازش می‌گیرین توی سایت تا 19 آپلود می‌کنین. اون دیگه نمره استاد راهنما و داور از نظر ما که این نمره از 14 طبق اطلاعی هم که گفتیم خدمتتون. علاوه بر این گزارشتون هم باید آپلود بشه. فایل گزارشتون حالا فایل ورد و پی دی افش رو لطفا آپلود کنید توی سایت. این گزارشتون هم باید برای داوره ارزیاب شما بفرستن. همچنین که میدونی هر کدوم از کارهای شما توسط دو تا ارزیابی که از اساتید و غیر از استاد راهنما و داورتون انتخاب میشن حالا یا از گرایش خودتون یا از یه گرایش نزدیک کار شما توسطون دو نفر قراره اون روز پروژه ارزیابی بشه و 6 نمره شما مربوط به همین ارزیابی هست. گزارش رو لطفاً به موقع آپلود کنید که ارزیاب وقت کافی برای نگاه کردن بهش داشته باشه. دیر آپلود کنیم برای من فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه یک خور اذیت میشیم. کارم عقب میفته.
ولی اون قسمت بعدش اینه که اگه دیر دست ارزیاب بیفته کار شما سخت میشه. از یه جای به بعد هم دیگه نمیشه ارزیاب فرستاد. برای همون ددلاین 19 رو لطفاً حتما رعایت کنید. در مورد گزارش و نحوه گزارش نویسی توضیح میدم در ادامه بحثم خدمتتون. و شما قراره یه پوستر به اندازه 100x70 برای اون قابایی که توی سالن می‌بینید، این کارهای قبلی که اونجا اجرا شده یکی از اعتراضها این بوده که اینا خیلی کوچیکه و خوب دیده نمیشه. تصمیم گرفته شده که پوسترها 100x70 عمودی باشه. تمپلیت این پوستر رو هم تو سایت آپلود میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم، شما دریافت میکنیم. ورژن انگلیسیشو دارم امروز بهتون نشون میدم، فارسیشو هم درست میکنم، اونم کاری نداره. حالا توضیح میدم که چجوری کارش کنیم. یه نقشه سالن در نهایت در اختیار شما قرار میگیره. 74 نفری قراره تو فضای پشت آسانسورهای ساختمان جدید، فضای لابی، کل این پوسترها اونجا قرار نصب بشه. از ساعت 8:30 تا 10:30 صبح اون بازه زمانی ارزیابی شماست که کنار پوستر حضور دارین شما و داوران ها میان سوال جواب میپرسن. فرمای ارزیابی مشخصی طراحی شده که اون در اختیار ارزیاب قرار میگیره و طبق اون آیتم هایی که اونجا ذکر شده نمره شما داده میشه. ساعت 10:30 که ارزیابی تموم میشه این فرما جمع‌آوری میشه. از قبل هم که این فرم نمرتون آپلود شده، این نمره‌های شما تا قبل از روز پروژه هم غیر از این مورد ارزیابی بقیه‌اش توی فایل اکسل آماده است. اون روز هم نمره ارزیاب وارد میشه، فرمول روش اعمال میشه و در نهایت نمره نهایی شما مشخص میشه. طبق حالا آیین‌نامه این روز پروژه قراره که 10% پروژه‌های برتر سرتیفیکیت بگیرن و حالا اگه اسپانسری داشته باشیم که جایزه رو تقبل کنه جایزه هم تو بهشون داده بشه، ولی سرتیفیکیتی که دانشگاه بهشون میده قطعیه. بنابراین ساعت 10:30 این لیست نهایی میشه و 10:30 تا 12:30 جلسه بازدید عمومیه که فرم دعوتنامه برای خانواده ها شرکت های صنعتی تهیه شده که فرم خانواده ها رو زحمت رو خودتون میدید، فرمو خودتون را الکترونیکیشو میدشون این دست خانواده. 10:30 تا 12:30 بازدید عمومی در خانواده ها، شرکت های صنعتی و احتمالاً رسانه ها که حالا باید ببینیم از کدوم رسانه ها میتونیم توی مراسم دعوت کنیم. هدف این مراسم و تاکید خود دکتر نیلی بر اینه که این مراسم ها هرچه با شکوه تر برگزار کنیم. هدف اینه که حالا عامیانش یه روز باحال باشه برای شما، یه روزی که حالا همه دور هم جمعیم و یک ارائه پوستری داریم که خانواده هم هستن و قسمت مهم قضیه حضور شرکت های صنعتیه. بدون اینکه ما خودمون دنبالش باشیم یه شرکت صنعتی که حالا احتمالاً اسپانسرشیپ مسابقات هم برده بگیره، خودش این مسابقات رو پیدا کرده از توی تلگرام دانشکده و درخواست داده که بیاد غرفه بزنه و از مسابقات حمایت کنه. هدفش هم دقیقاً اینه که نیروی مهندسی خوب جذب کنه و میدونه که جای خوبی رو انتخاب کرده. شک نکنین که کاری که دارین انجام میدین جزو بهترین کارهایی که تو سطح مهندسی توی مملکت داره انجام میشه. قدر کارتون خوب بدونین و سعی کنین که پرزنتیشن خیلی خوب ازش داشته باشین. مشابه این شرکت زیاد داریم که دنبال همچین فرصتی هستند که بیان کارهای شما رو ببینن و با توجه به نیازهای خودشون احتمالاً یه سری از شما رو جذب کنن برای کار خودشون. تو موارد مشابه ما اینو دیدیم. مسابقات طراحی دیجیتال هم که تو آبان امسال اینجا برگزار میشه، سال گذشته دقیقاً یکی از اسپانسرها صورت مسئله‌ای طراحی کرد تو مسابقه و اون تیمی که تیم برنده بود و نفر اول شد تو همون شرکت جذب شده، معلوم مشغول کاره. بنابراین میشناسم شرکت هایی رو که دنبال همچین موضوع و همچین فرصتی هستن. بنابراین قدر این فرصت رو بدونیم و سعی کنیم که پرزنتیشن خیلی خوب انشاءالله داشته باشیم. خب من یه توضیح راجع به گزارش بگم خدمتتون و حالا پوستر. من یه فرمت فایل ورد براتون تو سایت آپلود کردم. خب صفحه اول سریع رد شم بگم اطلاعات کلیه که
طبق همین تمپلیت پر میکنیم. این چند صفحه اول فکر نکنم نیاز به توضیح خاصی داشته باشه، جزئیاتش به اندازه کافی گویا هست. هر کدوم شد احساس میکنیم نیاز به توضیح بیشتری بفرمایید. که من بیام سراغ چکیده و توضیح بدم که تو هر کدوم از این قسمت ها مختصر و مفید چی بنویسیم که نه خیلی وقتتون گرفته بشه و نه زیاده گویی کرده باشین که دیده نشه. معمولا چکیده رو که یه صفحه هم بیشتر نیست با کلمات کلیدیش آخر کار می‌نویسم. رسم اینه که شما وقتی که کارت تموم شد ته کار بیای خیلی مختصر و مفید در سه پاراگراف توضیح بدی که کلا این کار چی بوده و چه نتایجی منجر شده. خب این سه پاراگرافی که قرار شما تو این چکیده داشته باشین راجع به بیان صورت مسئله است. اول اینکه مشکل چی بوده و تو این دنیا شما دارین روی چی کار میکنین، اهمیتش چیه، کاری که تا الان روش انجام شده چی هست. در حدی پاراگراف ها خیلی مختصر و مفید، یعنی خلاصش رو میگیم که تو این زمینه این کارها شده بود و اون کاری که نشده رو بیان میکنین و کاری که خودتون انجام بدین در نهایت، یعنی بیان صورت مسئله، وضعیت تا الان، کاری که شما انجام دادین و در حد یه خط هم نتایج کلی کار. ببینید این فرمتی که دارم اینجا خدمتتون توضیح میدم نه تنها توی این گزارش کتبی که اینجا میخواید تحویل بدید مهمه، بلکه تو نوشتن مقاله همین روند رو شما خواهید داشت. باز دوباره برای یک صحبت یه دقیقه هم حتی این فلو رو شما باید این رعایت کنید، این ساختار باید رعایت بشه. حالا میبینید مواردش رو. اول باید خیلی سریع شما بتونید مسئله تون بیان کنید، ببینید که توی چه حوزه‌ای میخواین کار کنید. یه وقتی که قراره یه فصل پایان‌نامه رو این اختصاص بدید که حالا فصل دومتون میشه، خب میشه چندین صفحه. یه وقتی که تو چکیده قراره یه پاراگراف ازش بنویسین، خب به اندازه کافی باید اسکیلش کنید و کوچیکش کنید. یه وقتی که قراره یه دقیقه راجع به کارتون توضیح بدین، اونم باید بیاد تو همین یه دقیقه جا بگیره. یعنی همین چیزی که اینجا دارم حالا با تعداد صفحه اسکیلش رو میگم خدمتتون، بعداً میتونیم به هر اندازه‌ای که خواستید اسکیلش کنید. تا یادم نرفته قراره که یه فیلم برداری یه دقیقه‌ای هم از هر کدوم از کارهای شما بشه. یعنی آماده باشین که در حد یه دقیقه از کارتون یه توضیحاتی بدین که خب این فیلم گرفته میشه و حالا تو آرشیو پروژه‌های امسال هم قرار می‌گیره. این یه دقیقه خیلی مهمه دیگه که شما بتونید در عرض یه دقیقه هر چی لازمه بگی، اضافه صحبت نکنی و چیزایی هم که باید بگی رو گفته باشی. حالا با همین ساختار بریم جلو. پس یه چکیده سه پاراگرافی خواهید داشت شما که بیان صورت مسئله، کارهای انجام شده و کاری که شما انجام دادین. اینا هر کدومش یه پاراگراف میگیره که کلمات کلیدی رو بعد می‌ذارین. مطالبی که من اینجا تو این تمپلیت براتون گذاشتم خیلیش اوتوماتیکه، این فهرست مطالب اوتوماتیکه، کافیه شما حالا جلوتر باز توضیح میدم اون فرمتی که من اینجا گذاشتم رو رعایت کنین، بعد روی این کلیک راست کنین بزنین آپدیت، همه این اطلاعات خودش اوتوماتیک آپدیت میکنه و نیاز به دستکاری دستی نداره، مگر در موارد خیلی خاص که ممکنه مثلا یه ذره اینا جابجا بشن که دستکاری خیلی کوچیک و یه دقیقه دو دقیقه نیاز داره. خب بعد فهرست مطالب قرار میگیره که اینم اتوماتیک میتونین آپدیتش کنین، حالا جلوتر توضیح میدم خدمتتون سرفصل ها رو چجوری انتخاب کنید. فهرست شکل ها، فهرست جداول، اینا هم اتوماتیکه. علائم اختصاری با توجه به تز هر کدوم از شما خب متفاوته که این رو هم با توجه به کارتون آپدیت میکنین. فصل یک باز دوباره بیام تا همون اسکیلی که گفتم خدمتتون، همون چیزی که تو چکیده گفتم الان داره باز میشه اینجا. تو چکیده کل کار رو تو سه پاراگراف توضیح دادین، الان میایم سراغ یه مقدمه و بیان مسئله. بیان مسئله ای که اینجا مثلا میشه حدود 5 6 صفحه 10 صفحه که موضوع چیه، تو چه فیلدی میخواین کار کنین و چرا میخواین تو این زمینه کار کنین، کاری که تا الان شده چی هستن. خب اینا توضیحاتی که برای این لازمه روش کلی تحلیلتون و بیان صورت مسئله رو اینجا گفتم خدمتتون. اگه دقت کنید من روی مقدمه که حالا هدینگ 2 تو این مد، این مقدمه بیان مسئله هدینگ 1، این اگه اشتباه نکنم هدینگ 2، الان بذار نگاه کنم که
این استایل در این بالا دقت کنید، نوع این فونت رو مشخص میکنه که الان به اسم تیتر اول خوردن. شما هر چی خواستین تو این تیتر اول قرار بگیره کافیه حالا تایپ کنین، بعد بیاین تو استایل بزنین تیتر اول، این اوتوماتیک تو اون فهرست بعدا آپدیت خواهد شد. حالا بقیه هم همین شکل. الان این تیتر اوله، یه لول بریم جلوتر، اینجا فکر کنم نداره تیتر دوم. تیتر دوم هم تو بعدی ها به طول شو خواهم داره. تیتر دوم داریم، سوم داریم. شما هر چی که خواستین تایپ کنین، فقط برین توی استایل نوعش رو انتخاب کنین همون چیزی که می‌خواید که اون فهرستتون دیگه اتوماتیک بشه و نیاز به دستکاری دستی نداشته باشه. حالا من برای فصل اول اون دیتیلی که شما نیاز دارین اونجا لیست کردم. یه مقدمه کلی باید راجع به مسئله توضیح بدین، یه تاریخچه‌ای از کارهایی که تو این زمینه شده و شرح مسئله‌تون، تعریف موضوع و اهداف و آرمان‌ها، و در نهایت روش انجام تحقیق و حالا میگین و ساختار پایان نامه. این آخرین بخشی که اینجا داریم مشخص میکنید که فصل 2، 3، 4 و بقیه چی گفته شده، که تقریبا متنی که نوشتم کامله، فقط کافیه که بر حسب موضوع خودتون اینو یه اصلاح جزئی توش انجام بدید. فصل دوم قرار مفاهیم اولیه رو توضیح بدید، با این هدف که بعدم که دارین جمع‌بندی میکنین و نتیجه گیری میکنین و راجع به آرکیتکچرتون یا کارتون یا هر چیزی یا شبیه سازیتون مدلتون توضیح میدین، اونجا نخواهید چیزی رو تعریف کنید. جالب نیست که وسط متن یه پرانتز باز کنید شروع کنید به تعریف یه موضوع، بعد تازه بریم سراغ مطلب خود. هر چیزی که در طول پایان نامه بهش نیاز دارین تعریف بشه رو میاریم تو این فصل. خیلی شسته رفته و مرتب مفاهیم اولیه و چیزایی که در ادامه بهش نیاز دارین اینجا تعریف میشه و پیش‌زمینه کارتون. خب اینم از این فصل که حالا باز جزئیاتش هم من اینجا آوردم. این تیتر دومی که گفتم اینجاست. ببینید الان من اگه انتخاب کنم اینجا تو استایل تیتر دوم براش بزنم میشه 2-2-2 و فونتش هم میشه این همون چیزی که اون بالا میبینید. سعی کنید که این فونت ها رو هم دست نزنید، اندازه‌هاشو همشو همین شکلی که هست نگه دارید، فقط با همین فرمت برید جلو. من برای اینکه یه نمونه داشته باشین حالا یه شکلی گذاشتم اینجا خدمتتون که نحوه استفاده از شکل، ارجاع شکل و باز این کپشنی هم که این زیر این شکل هست که هم اوتوماتیکه، یعنی روی این شکل اگه کلیک راست کنین شما و توی اون کپشن ها شکل رو انتخاب کنید، خودش اوتوماتیک شماره رو میزنه و بعدا توی جدول شکلاتون هم آپدیت خواهد شد، نیازی به کار دستی هم نداریم. دقت کنید که هر شکل، نمودار یا حالا جدولی از جای دیگه کپی میکنین حتما باید ارجاع داده بشه. این یکی از نکاتیه که حالا تو بحث اخلاق مهندسی باید رعایت کنین، که اینجا من به عنوان نمونه رفرنس این کار رو هم گذاشتم. باز این رفرنس هم اوتوماتیکه توی این مرجع، یعنی کافیه شما اون 16 که اونجا هست رو آپدیت کنین، جابجا اگه بشه این یک کلیک راست رو آپدیت روش بزنین همه چی آپدیت خواهد شد و نیاز به باز تغییر دستی نداره. خب باز برای فوت نوت من یک نمونه گذاشتم اینجا براتون که نمونه فوت نوت رو هم ببینید. از هر چیزی یه نمونه شو اینجا براتون آوردم که مثالشو داشته باشید. باز برای فرمول به همین شکل که باید حتما مشخص بشه که رابطه چندومه و در متن هم که ارجاع میدین طبق همین شماره گذاری ها جلو برید. باز یه قاعده کلی که داریم اینه که شکل، جدول، رابطه باید ارجاعش قبل از خود شکل بیاد، یعنی اول تو متنش ارجاع میدید بعد شکل قرار میدید، شکل قبل از ارجاعش نمیاد، قبل از توضیحاتش نمیاد. این ریزکاری هایی که باید حتما شما توی یک گزارش فنی رعایت کنید. این چیزی که اینجا میبینید فقط یه مثالیه که شما یاد بگیرید چجوری گزارش فنی و گزارش حرفه‌ای بنویسید. حالا هر کدوم از شما اگه ادامه تحصیل نخواهید برید یکی از مهندس‌های خوبی مملکت خواهید شد. اینی که میگم غلوف نیست، داریم میبینیم دیگه. دانشجوی دانشگاه تهران اگه خودش تنبلی نکنه یکی از موفق ترین گزینه های حالا هر فیلدی که دوست داره خواهد شد. بنابراین هدف اینه که شما با این گزارش، یکم سخته، یکم بدقلقه، میدونم. این صندلی که شما نشستین چند سال پیش من نشسته بودم، من فاصله سنیم با شما زیاد نیست. ما هم از این کارا
بعضی وقتا فرار میکردیم، ولی واقعا لازم به تجربه دیدیم که بلد بودن اینو بعدا خیلی کمک میکنه. یعنی یه دانشجوی موفق نتونه گزارش فنی خیلی خوب بنویسه، نتونه استاندارد رو رعایت کنه، واقعا یه عیب محسوب میشه. تو گزارش هایی که حالا تحت عنوان تکنیکال ریپورت حالا به مدیر بخش یا به هر کسی دیگه که شما بعدا میخواییم بنویسین، همین فرمت تقریبا یه خورده بالا پایین رعایت خواهد شد. برای سعی کنید که این موارد رو یاد بگیریم و حتما یه نمونه حالا داریم ازش دیگه که طبق همین به اینجور. حالا من اون تیترهای بعدی رو هم گذاشتم و نکته دیگه اینه که آخر هر فصلی یه خلاصه و جمع‌بندی همون فصل در حد یه پاراگراف تر فصل میاد که ارتباط بین فصل‌ها رعایت بشه. خب اینم از فصل دو. فصل سه میشه کار اصلی خود. این تا اینجا مقدمات بود. بیان صورت مسئله، کارهایی که تا الان شده، تعریف مفاهیم اولیه و چیزایی که نیاز داریم. کار اصلی خودتون از اینجا شروع میشه. حالا کار شما یا مدل سازیه یا شبیه سازیه یا طراحیه یا پیاده سازیه، هر چی که هست. حالا بر حسب همون این عنوان فصل عوض میشه که اینو آپدیت میکنیم. من حالا اینا رو استش اینو مشخص کردم که نشون بدم که گزینه‌های مختلف میتونید تو این داشته باشید. حالا بر حسب مدل کارتون زحمت میکشین و این عنوان رو و عنوان‌های دیگر رو آپدیت میکنین. اینجا دیگه کار خودتون توضیح میدید. شما تا الان مقدمه چینی کردین که مسئله چیه، اهمیتش چیه، و باید هم هنرمندانه به نحوی اینو بنویسین که خواننده وقتی که اینو خون احساس کنه یه کمبودی توی دنیا وجود داره. تا الان این مسئله هم این اهمیت داره، این کارها شده و این کار شما الان جاش خالیه. این هنر شماست که چقدر بتونید از این کار خودتون و از پرزنتیشنش بهره ببرید برای اینکه نظر حالا خواننده یا شنونده رو جذب کنید. خب روش پیشنهادیتون رو میگین بعد از اون مقدمه چینی. حالا من باز یه نمونه از جدول بردم. جدول بالا نویس داره، شکل‌ها رو برای زیر نویس می‌ذاریم، برای جدول بالا نویس. نمونه ارجاعش هم توی متن توضیح دادم، حالا متن اگه بخونی مثالاش هست. باز رسم بر اینه که بعد از اینکه توضیح دادین که کارتون چیه، مدلتون چیه، چه جوری پیاده سازیش کردین، محیط شبیه سازی، تست یا ابزارهایی که استفاده کردین رو توی یه فصل توضیح بدین. بعد معیارهای ارزیابی معرفی میشن و بعد نتایجی که از کارتون حاصل شد. این فصل میتونه خیلی طولانی بشه. اگر طولانی نشه همین یه فصل براش کافیه، اما اگه طولانی بشه یه فصل بعدی رو هم باید اضافه کنیم. یعنی بیشتر از مثلا 15-20 صفحه اگه دیدیم داره میشه، دو بخشش میکنیم، آرکیتکچر و حالا مدل و شبیه سازی و هر چی که دارین رو توی این فصل توضیح میدین، نتایج رو می‌ذارین برای فصل بعد. اما اگه نه کلا در 15 صفحه جمع میشه، دیگه به فصل بعدی نیاز ندارین. خب پس با این توضیح باز همه چیزایی که سر جاشه، تحلیل نتایج و خلاصه و جمع‌بندی فصل رو که قبلا توضیح دادیم، فصل 4 در صورتی میاد که فصل قبل خیلی بزرگ شده باشه، نتایج و تحلیلش بیاد توی این فصل. خب اینم از این فصل. فصل 5 تون هم یه جمع‌بندی یک صفحه‌ایه، یعنی یه فصل، حالا یه جمع‌بندی و نتیجه گیری و پیشنهادها که باز دوباره تو این فصل هم شبیه ابسترکت عمل می‌کنه، همون کانکلوژنیه که توی پوستر هم می‌بینید نمونه شو. باز تو اینم با اون فرمت کلی رعایت بشه، مسئله چی بود، بقیه چی کار کرده بودن، ما چی کار کردیم، به چه نتیجه رسیدیم، و اگه پیشنهادی برای ادامه کار هست اینجا می‌نویسیم. خب با این توضیحاتی که من گفتم خدمتتون، یه چکیده یک صفحه‌ای داریم، یه مقدمه حدوداً 4-5 صفحه‌ای داریم، بعد یه تعاریف اولیه دارین که بسته به کارتون باز اونها حدود 5 تا 10 صفحه، شاید هم یکم بیشتر، و حالا کارهای گذشته هم بهش اضافه کنیم حدود 15 صفحه هم خواهد شد. در 15 صفحه هم توضیح کار خودتون. یعنی روی هم میشه با 50-60 صفحه اینو جمعش کرد، حتی کمتر. یعنی اجباری به تعداد صفحات نیست، هیچ الزامی روی این تعداد صفحات نیست. میگم شما تو 10 صفحه، 15 صفحه یا 20 صفحه هم کل مطلب رو بتونین ادا کنین کافیه، ولی ساختار رو رعایت کنین. مطلبی که می‌نویسین سعی کنین تو این ساختار باشه، تو این قالب باشه. اگه حتی 5 صفحه می‌نویسین، اگه 10 صفحه می‌نویسین، سعی کنین که این فرمت رعایت بشه که خوندن و دنبال کردن مطلب راحت باشه و چیزی از دست ندین، چون این یه دیگه از نمره شماست. خب اینم از این فصل آخر. مراجع هم که توی فصل آخر قرار میگیره و اگر پیوستی چیزی هم داریم در این پیوست های حالا الف بیه و هر چی که داریم. در نهایت حالا ابسترکت انگلیسی و صفحه عنوان انگلیسی رو هم
برای پزشک کارشناسی اگه نذاشتیم اشکال نداره، ولی خب کار سختی نیست. اینکه فقط باید اسم خودتون و رشتهتون رو وارد کنید، کار پیچیده‌ای نیست. این از گزارش نهایی شما که انشالله تا 19 استاد راهنما و داور تحویل دادیم، نمره‌شو گرفتی، تو سایت هم آپلودش می‌کنین که من بتونم برای ارزیابی ارسال کنم. سوال داریم؟ این نمره‌ای که داور و استاد اون باید بدن، خودشون از 20 بدن یا از 14 وارد کنن؟ اگه از 14 بدن همه یه دست باشن راحت‌تره. میدونم، منظورم این که منظورتون نگو دیگه. گفتن از 14. من همه جا اعلام کردم آخر از 14. استادا میدونه. من گفتم که مثلا اونجا ننویسن 14 بعد شما هم تبدیلش کنید به 14 چند نمره کردن. نه. بنویسن 14 میدونید 14 شما نمیدید. نمره از 14. من به استادا اعلام میکنم. ایمیل میزنم. زدم و بازم دوباره تاکید میکنم که نمره از 14 هست. شما یه پوستر اونجا نصب میکنین و کل کارتون قراره توی یه پوستر 70 نمایش بدین که حالا میگم چجوری این کار رو کنین که باز دوباره مختصر و مفید عطا مطلب رو ادا کنه. اما اگه کار ساخت و پیاده سازی دارین و امکان اوردنش اونجا هست که حتما این کار رو بکنین، خیلی خوبه. اگه نباشه خیلی سخت باشه نمیدین، باید فقط توضیح بدین یا یه فیلم بگین. یه فیلم از کاری که کردین اگه دارم میشه ورس میگم، گرایش های مختلفی هر کدوم ممکنه یه جوری باشین، میتونین یه فیلم از اجراش بگیرین، لپتاپتون هم همراهتون رو نمایش بدین. فایل ارائه نازم رو سامارید؟ نه، فقط پوستر. یه پوستر یک صفحه ایه که اونم الان میگم فرمت رو خدمتون، اونو تهیه میکنین و میچسبونین توی جایی که براتون مشخص شده و کنار پوستر حضور داریم و اگه ارزیاب سوالی ایش دردتون داشت که داره میاد جواب سوال میپرسه با شما جواب. اگه تا اینجا نکته هست به فرمایی نگیریست مردم. این ارزیابی چجوریه ساختارش؟ چون که شما فرض کنید که توی یه روز 75 نفر بعد کاملا از تایپ های مختلف پرسید، یکی شبیه سازی، یکی کد، یکی ساخت، تست، بعد این فرمای ارزیابی اگر مثلا فرض کنید که چند تا پروژه از تایپ مختلف پشت سر هم جلوی ارزیاب باشه، احتمالاً ذهنش مثلا برای شبیه سازیه که بعد مثلا پروژه بعدی ساخته به این سمت میره که مثلا خب این شبیه سازی یه چیزی از اون کم داره دیگه اگه بعد از ساخته مثلا باشه. یعنی از این من که یه بایاسی احتمالاً روی ارزیاب میفته که در مقایسه پروژه ها نمیتونه به اون احتمالاً روی اینکه پروژه ها با هم مقایسه میشن هدف این روز پروژه است. قرار همه پروژه ها رو نصب بشن و مقایسه بشن، این هدف اصلیش هست. اما ارزیاب ها هم استاده همینجا هم همون کسایی هم که همون دانشجو خودش هم داره دفاع میکنه. و حالا پایاسی که میگین وقتی اتفاق میفته که ارزیاب ها از گرایش های نامرتبط باشن، اینجوری نیست. من ارزیاب ها رو از مدیر گروه لیستش رو گرفتم برای هر گرایشی از همون گروه و حالا اگه به دلیلی نشه از یه گرایش مرتبط، یعنی کسی میذاریم که تو اون فیلد تخصص داره. و اینجا حالا شبیه سازیه، ساخته یا هر چیز دیگه ای، پروژه کارشناسی تعریف داره، بر حسب تعریف پروژه کارشناسی کارشون ارزیابی میشه. هیچ جایی ننوشتن که شبیه سازی پایین تر از پیاده سازی ساخته. خیلی از مقاله های خیلی خوب الان داریم و کارهای خیلی برجسته داریم که هیچ ساختی توش نیست، فقط شبیه سازی. نه، از این نظر شما مشکلی نداریم. نکته اینه که تو هر موضوعی که تعریف شده کار خوب انجام شده باشه. اگه مدل سازی، مدل سازی خوب و کامل انجام شده باشه، یه کار فنی و حرفه‌ای انجام شده باشه، صرف تا صدش مشخص باشه از کجا شروع شده، چه کارهایی رو دیده، چه کاری خودش کرده، نتایجش چی شده، یه کار تمیز و سالم و کامل انجام داده باشه، هدف اینه. این ارزیابی میشه و مقایسه هم از این جهت که کیفیت کارها با هم مقایسه میشه، نه سبک کار. سبک ها متفاوت همینجور که تو گزارش هم میکنی، هر کسی ممکنه به سمتی رفته باشه. همین مقایسه باعث نمیشه در برابر مدل قبلی پایان‌نامه ها همین احساس این که این ارزیابی باعث ایجاد یه تفاوتی بین پروژه ها هستش که میشه این رو رنگ بندی کرد براشون. این باعث نمیشه که به صورت کلی میانگین نمره پایان نامه در دانشکده برق در این مدل کمتر از مدل قبل باشه. فکر نکنم.
این هدف اینه که از اون برای قضیه بهش نگاه کنیم. هدف اینه که این یه فیدبک مثبت داشته باشه برای کسایی که دارن یه کار خیلی خوب انجام میدن و کسایی که دارن از این کار در میان. خودتون میدونیم که حالا جب دانشجویی دیگه هیچ کسی از یه نمره عادلانه ناراحت نمیشه. اینو همه قبول دارن. یعنی اگه نمره و معیارها عادلانه باشه هیچ کی ناراحت نمیشه. چه کسی که خوب کار کرده چه کسی که بد کرده. مشکل از جایی پیش میاد که دو نفر با دو تا معیار مختلف ارزیابی بشن. یه نفر یه کار سبک و راحت انجام بده نمره خیلی خوب بگیره. یه نفرم پوستش کنده شه نمره خوبم نگیره. این بده. قراره این اتفاق نیفته از این بعد. یعنی این فیدبک مثبت از این جهته. کسی که کارشو خوب انجام داده تشویق بشه و کسی هم که کارش ضعیفه فیدبک بگیره و اصلاح کنه خودشو. وقتی تعریف پروژه خیلی توی یک سطح نیستش قرار نیست توی یک سطح باشه. گفتم پروژه ها متنوع ولی هر موضوعی که تعریف شد باید درست انجام بشه. تو هر زمینه باید موضوع کامل به سر انجام برسه. بفرمایید. حد اکثر 10% به شرط اینکه نمره کلش بالا 18 باشه. بر اساس یعنی مثلا یه سری استادا هستن که خوب نمره میدن، یه سری استادا هستن که خوب نمره نمیدن. ارزیابی رو برای همین گذاشتیم. یعنی همین چیزی که شما میگین من تو صحبت هم اشاره کردم داشتی. برای اینکه یک نواخت بشه کارها توسط دو تا ارزیابی دیگه با 6 نمره هم ارزیابی میشه. کاری که خوبه ضرر نمیکنه مثلا. اینکه عدالت 100% هم برقرار بشه که غیر ممکنه. ولی این به یه سیستم عادلانه تر نزدیکتره. با همون ارزیابی قراره این مشکل برطرف بشه. یعنی قراره که دیگه دفاع خصوصی نباشه. حالا میگم چند مورد من شنیدم که نمیخوام بگم اینجا جالب نیست. مثلا خب یه سری چیزا واقعا خب خطای دیگه نباید اتفاق بیفته. و با این روش انشالله اون اتفاق نمیفته. کسی که داره خوب کار میکنه سرخورده نمیشه. نمیاد بگید من این هم زحمت کشیدم شدم مثلا 19 فلانی هیچ کارم نکرد شد 20. میخوام یه اتفاق نیفته. انشالله. باشه آخه انتظاره باید یعنی مشخص باشه دیگه. ممکنه یه نفر باشه کلی کار خفن کرده باشه بعد خب این نفر اول اگه قرار باشه این اسکیل بشه این مقایسه کنیم اینو با بقیه ممکنه مثلا خب اون 20 باشه بقیه 10 هم نباشه. ولی خب انتظاری که از یه پروژه کارشناسی میره مثلا اندازه مثلا 5 باشه یعنی حتی همه از اون بیشتر باشه. یعنی اینجوری نمیشه که بگیم که مثلا سورت کنیم خب این بهتر از اونه پس این 6 اون 3 اصلا اون 3 یعنی باید یه حدی بزنیم از این حد پروژه کارشناسی رو میدونیم ارزیابی هم که انتخاب شده اساس خود میدونم پروژه کارشناسی تعریفش چیه و نمرش چند بوده و نکته اینه که حالا هدف این بود که ارزیابی ها جوری تعیین بشن که هر تقریبا 10 نفری و 2 تا ارزیاب ارزیابی کنن ولی یکم سخت تو اجرا حالا خود من نتونستم این تو این تعداد اجرا کنم چرا چون قرار ارزیاب استاد راهنما و داور نباشه برای همین این اتفاق نمیفته مجبورم یکم متنوع تر باشه ولی خب هر ارزیاب تقریبا 4-5 نفر رو ارزیابی میکنه گروه های 4-5 نفره با هم مقایسه میشین که میگم این به این نمره عادلانه نزدیکتر ولی خب پرفکت بازم نیست بالاخره یه مشکلی هم که هست که کلن تو هر زمینه ای مثلا اگه یه ذره زمینه خاص باشه کلن یکی یا دو تا استاد حد اکثر در جریان اون موضوع هستن که اون هم معمولا استاد راهنما و استاد مشاورن خیلی اون کاری که کردن ملموس نمیشه برای بقیه اصلا موضوع شما رو من میدونم تقریبا دیدم تو لیست نه خب ما رو نباید ببینم میتونم 5-6 نفر من براتون رو ارزیاب بدم من سعی میکنم با توجه به عنوان و تخصص اساتید اینو رعایت کنم نه اونی که میگه این یه تز کارشناسی رو کسی که خیلی هم تو اون زمینه تخصص نداشته باشه میتونه ارزیابی کنه چون ارزیابی پوستری شما ارزیابی کلیه یه برآورد کلیه ببین کسی که قرار 5 دقیقه 10 دقیقه از کار شما سوال جواب کنه ازش سر در بیاره کلیاتو میدونه برای همینه که من دارم بهتون یاد میدم چجوری خوب پرزنت کنین که ضرر نکنه اگه پرزنتیشن شما بد باشه ضرر میکنه کلی زحمت کشیدین ولی نتونستین تو 5 دقیقه خودتون رو خوب نمایش بدین. و واقعا مهمه ها. نگین که نمرمون کم شد. باید یاد بگیرین اینو. ببین دو روز دیگه یه جا می‌خوام این استخدام شین. یه مصاحبه است. دیدم دانشجوی ارشد خودم. یه شرکت خیلی خوب براش پیدا کردم فرستادمش بره مصاحبه کنه. یعنی
جوابی که به میداده نداره. چرا؟ چون یاد نگرفته، چون جای مختلف آزمایش نشده. این یه بوتی آزمایش داره شما سوید. سعی کنیم یاد بگیریم. اون پریزنتیشن چند دقیقه یه شما خیلی اهمیت داره. نه اینجا، جای دیگه. هر جایی. شما وقتی میخواید خودتون رو پریزنت کنیم، باید یاد بگیریم تفاید چه اصولی کار کنیم که ضرر نکنیم. بنابراین، حالا تمرین کنیم که این بمونه یه تمرینه که بریم به سمت این که پرزنتیشن کوتاه و خوب رو هم یاد بگیریم. اون یک صفحه‌ای که بمونه پوستر شما اونجا می‌چسبونید و توضیحاتی که با پوستر می‌دین خیلی مهمه. تمرین کنیم که چیزی که دارین توضیح میدین مختصر و مفید باشه. اضافه توضیح ندیم. حاشیه رو توضیح ندیم. به این صورت اصلا. حالا جلوتر هم باز می‌گیم. 10% پروژه‌های برتر با هم رعایت شرطش توی هر رشته است یا گرایش یا کلن؟ هر گرایش. 10% هر گرایش. خب، سوال دیگه. بعضی گرایش هم خیلی کم. چرا گرایش مثلا مخابرات فکر کنم 22 نفر هم 19 نفر هم داری؟ یه نفر هم داری؟ نه دیگه، یه نفر دیگه برتر ایران نمیتونه، حتی اقل یه تعدادی باید باشه، یه حد نصاب پایین داریم. حالا یه حد نصاب هم ایران میکنم که معیارها مشخص بشه، ولی گرایش شلوغ هم داریم. از هر گرایش حالا حد اکثر میشه دو نفر دیگه با این حساب، دو سه نفر دیگه. حالا 22 نفر رو در نظر بگیریم، سه نفر معرفی میشن، بقیه گرایش هم حالا روند به سمت و بالا بشه، حتی اینکه اون حد نصاب کف رو داشته باشه. خب اگه راجع به گزارش و تا اینجا سوالی نیست، من برم سراغ فرمت پوستر. خب این فرمت پوستر رو هنوز براتون ایمیل نکردم، ولی اینو امروز در اختیارتون قرار میدم، چون میدونستم فکر نکنم هنوز به این نیاز داشته باشم، چون تا 19 وقت دارین احتمالاً از 20 و 20 هم شروع میکنم، از 32 ساعت هم بیشتر کار ندارم. ولی خب میخوام یک بار زمانشو بیارم جلوتر. بله. این یه فرمت استاندارد برای پوسترهای 170. اینو من سرچ کردم. بله، لطفاً سعی کنین که این فرمت رو هم نزنین به چند دلیل. یکی اینش اینکه این استانداردش با هم نمیزه. یکی دیگه اش اینه که مثلا یه دست باشه. گرایش‌ها رنگ‌های پس‌زمینه‌اش فرق می‌کنه با هم. ولی تا تو گرایش همه یه دست هم دیگه رنگ پس هم میتونه. بقیه داخلش دیگه دست خودتون دیگه. شکل و نمودار یا هر چیزی که میخواییم بذارین دست خودتونه. ولی فرمت کلی رو لطفاً خراب نکنیم. خب این انگلیسی شه، من فارسیش رو هم در اختیارتون قرار میدم. من تو چیز خاصی نداره دیگه. از فونتش رو باید عوض کنم. اینجا بنویسم عنوان کار انجام شده. عنوان این بالا می‌نویسین. افرادی که دخیلن خب میشه خودتون آسال آنما. و اینجا هم که دست نمیخوره. افیلیشن دانشگاهه. ببینید این همون اینترودکشنیه که تا چند بار راجبش توضیح دادم. تو قسمت اول اینترودکشن رو داریم که فونت اینو اگه دقت کنید 69ه. ببینید دست نزنید لطفا. اندازه های فونت رو دست نزنید. اما متنی که داخل اینه رو باید عوض کنید شما دیگه. این از تو گزارش تو میتونید کپی کنید. و آره اینم بلدین دیگه، من برای تاکید دارم میگم. متنی که کپی کردین رو اگه بخواین تو این محیط جدید پیست بشه و فرمت محیط جدید رو به خودش بگیره، باید پیست اسپشیال بزنین و آن فرمت تکست دیگه. میدونید یا نه؟ حالا هم برای گزارشتون هم برای این بیمین فرشمون من از یه جایی متنی کپی کردم، میخوام بیام به جای این اینترودکشنی که اینجا نوشتم اون رو کپیش کنم. توی پایان‌نامه‌تون هم میشه کلا توی آفیس این قاعده هست. توی پیست، پیست سپیشیال میزنیم، بعد آن فرمتد تکست رو میزنیم. این معنیش اینه که اون فرمتی که اون متن داره رو ایگنور میکنه، به فرمت جایی که داره پیست میشه اون فرمت رو بخوریش میگیره. پس اینم آن فرمتد تکست پیست کنیم که فرمت رو به هم نریزه. حالا این نوع فونتش و اندازش باز دوباره مشخصه. این اینترودکشن هم بیان صورت مسئله معروفه که اینجا حالا توی یه نصف صفحه قرار توضیح بدیم که مسئله چی بود باز دوره؟ چی چرا چکونه؟ دقیقا این ستا رو اگه بخواییم به عنوان
ستا زنی تو بسپاریم چی رو خواهد انجام بدیم؟ چرا رو خواهد این سراغ این کار؟ و چگونه انجامش دادیم؟ من نتایج چیش کنیم؟ این رو با توی همین فضایی که اینجا در اختیارتون هست جا بدیم شما بعد متدتون و روش انجام کار رو با توضیح بدیم که باز اون قسمت بعدیه که این هم مختصر و مفید و اگه مدلی داریم نمیدونم یه آرکیتکچر پیشنهاد دادیم یه هر چیزی حالا تو فیلدهای مختلف فرق می‌کنه هر چیزی که پیشنهاد دادیم توی همین دو پاراگراف شکلش میاد یا توضیحاتش میاد یا فرمولش میاد بعد نتایج رو می‌ذاریم توی بخش سمت راست که حالا شکل نمودار جدول هر چی که هست اینا توی این قسمت قرار می‌گیره و در نهایت یک کانکلوژن و جمع‌بندی نهایی داریم و در انتها هم یه بیوگرافی که این باید یک و دو باشه دیگه آقایتا من پاک نکردم این سه و چهار شدی خودتون یه استادانماتون که حالا دانشجوی کارشناسی فلان من استادی دارم تمپلیت مشخص داره دیگه اونم یه بیوگرافی کوچیک هم از خودتون میاد اگه جا داشته باشین که بعید میدونم اینجا جا بشه میتونین عکس هم بزنین که اینجا رایج نیست معمولا تو بعضی مقالات و بیوگرافی عکس هم میزنن که اینجا نیاز نیست خودتون واسه این که نوشتین عکس زندگی رو وایس بدید گرافی مال رفرنس هاست فکر کنم ها باید بود اگه آلا استانم نه بله این رفرنس هم میتونه بشه بله درست میدونم بله بله رفرنس هاتون اینجا میزنیم نه اشتباه بکنم بله خب بیوگرافی هم داریم حتی این بیوگرافی نیست من اشتباه کنم بیوگرافیه رفرنس ها رو اینجا میزنیم ولی تو بعضی تمپلیت ها بیوگرافی هم آخر حالا یا مقاله یا پوستر هم میزنن اما اینی که اینجا گذاشتیم رفرنسی که رفرنس هاتون شما اینجا رفرنس های اصلی رو زنید دیگه اگه جانی میشه شما در حد 4-5 تا رفرنس جا داریم رفرنس های اصلیتون رو چند تا رفرنس اصلی داریم اون رو اینجا دارم خب برای این پوستر من از دوستاتون خواستم که با یکی از این چاپخونه ها صحبت کنم چون تعدادتون به نسبت زیاده بشه یه تخفیف از اونا گرفت اونو بهتون معرفی خواهیم کرد جاشو که شما فایل پوسترتون رو اگه قرار شد برای اون رو ایمیل کنین ایمیل میکنین یا اگه حضوری قرار شد بدین تحویلشون بدین و این اطلاعات رو بهتون خواهیم گفت من این فرمت رو امروز یا درصد فردا در اختیارتون قرار میدارم شما پوسترتون آماده میکنین بعد هر اگه خواستین به جای خودتون ببرین که خوب مختارین ولی اگه خواستین از اون تخفیف استفاده کنین نمیدونم چقدر باشه قولی نمیشه روش داد دست من نیست سعیمون برای اینه که سعی کنیم یه تخفیف بگیریم برای این پوستر که اگه درست شد اطلاعات رو در اختیارتون قرار میدین از اونجا پوستر بگیرین که بتونیم برنامه‌ریزی کنیم براش و لطفاً به این ددلاین هم مقید باشین چرا چون اگه این پوستر ها به موقع دست ما نرسه کل برنامه به هم میریزه برنامه اون بر اینه که حد اکثر تا سه شنبه ظهر 22 شهریور چهارشنبه است دیگه حد اکثر تا سه شنبه ظهر پوستر ها رو شما آورده باشین و نصب کرده ما جا و نقشه رو مشخص میکنیم هر کسی مشخص شمارش کجاست حالا شمارتون رو پیدا میکنیم و سعی کنیم که پوسترتون رو که برای اون فرمت که میگیم خدمتتون زیر اون شماره نصب کنیم ولی برای اینکه باز دوباره اون یه نواختی و نظم سالن به هم نریزه سعی کنیم که پوستر رو دقیقاً جوری نصب کنیم که اون شماره بالا وسط قرار بگیره دقیقاً زیر اون شماره و وسط پوستر رو نصب می‌کنیم که ما از اون قاب‌ها قاب موجود نمیشه استفاده کرد ولی اینکه قاب‌ها رو کلاً بکنیم یا اینکه اونایی که هست بمونه شما پوستر مقوایی رو روش بچسبونین هم باز بهتون اطلاع رسانی میشه اینا رو میگیم خدمتتون ولی در نهایت با چسب پوستر رو میچسبونیم اینا هم قبلش امتحان میکنیم یه چسب خوب پیدا میکنیم که مشکل پیدا نکنیم بخواد وسطش کنده بشه و درد سر ساز بشه ولی لطفا حتما تا سه شنبه ظهر همتون پوستراتون رو طبق نقشه‌ای که بهتون میدیم با بچه‌ها هماهنگ کنیم که پوسترها نصب شده باشه روز قبل آماده باشه که روز بعد ساعت 8 و نیم دیگه مشکلی برای نصب پوستر اینا نباشه همه چی آماده باشه خب اینا از تمپلیت پوستر که یعنی اگه گزارشتون آماده باشه نباید بیشتر از یکی دو ساعت وقت بگیره اینو همه مطالب رو داریم فقط باید مختلف خلاصش کنیم سادهش کنیم تو این قالب جا بریم
عرض کردم خدمتتون که برای یه اگه جور بشه که انشاءالله این اتفاق میفته یه صحبت یه دقیقه‌ای هم راجع به پروژه‌تون دارین شما. حالا تا داورا بیان ازتون سوال کنن ترین میشین که چی رو باید روزی درون میگه تا اون موقع میدونین خودتون یه دقیقه چی باید باشه. سعی کنین که اون یه دقیقه رو تمرین کنین، یه دقیقه مختصر مفید مسئله چی بوده، چیکار کردن و شما چیکار کردین و چه نتیجه رسیدین. یه دقیقه شد بیشتر نکنین که اون فیلم مستندی که میخواییم تهیه کنین اون زمانبندیمون جا بشه. خب ما از یه سری شرکت ها دعوت میکنیم که توی مراسم حضور داشته باشن. باز اگه خود شما شرکت هایی میشناسین که احساس میکنین علاقمندن توی این در واقع ایونت شرکت کنن، لطفا لیستشون یا آدرسشون رو به من بدین که اونا رو هم دعوت کنیم و حتما توی مراسم حضور داشته باشن. خب من نکاتی که اینجا نوشته بودم و گفتم، حالا چیزی دیگه ای بذاری هم نمیدونم، اگه سوالی باشه در خدمتتون هستم. بفرمایید. الان نمره که استاد راهنما و داور میدن خب مجزا از این نمره که ما تو نمایش ما میگیریم، برای همین مثلا مثلا چرا حالا دیدانشون اون 19 ما یک کردیم، یعنی مثلا ما یه گزارش خب مینویسیم برای اینکه مثلا به ارزیابا داده بشه، حالا ممکنه مثلا یه نفر ارائه بخواد بده به استاد داور مثلا زمانش نتونه هماهنگ کنه تا 19 برای مسائل اجراییش. ببین شما این 7-8 نفری دارید، نمره هایی که شما وارد میکنید تو سایت ما دانلود کنیم، تو اکسل رو وارد کنیم، اکسل آماده باشه روز پروژه، فقط نمره ارزی رو وارد کنیم، نمره نهایی شما آماده بشه. اگه اینا رو دیر دست ما برسونیم همه چی رنگ میگیره. گزارش که تو همون موقع هم باید داده بشه، مثلا درخواست داده بشه خود داده بشه، ولی میگم حالا خب اون نمره ای که 4 نمره که مثلا سابق مثلا داور و استاد راهنما باید بدن، حالا ممکنه ما نتونیم دقیقا هماهنگ کنیم، تو شنبه هم تعطیله مثلا 19 هم ممکنه نرسیم، یا شنبه است دیگه. خب بله خب 19 هم یعنی باید دیگه اگر بیفته کار مثلا ببین اگه دزدانی برای این گذاشتیم که شما تا اون تاریخ حتما اینو برسونیم نرسوندیم ازتون تحویل میگیریم، ولی ممکنه تو اون لیست 10% نفتیم، یعنی اون را دست میدیم که پلان تو ارزیابی نمیدیم، میشه دقیقه 90 دیگه. یعنی اگه موقعی که تا نمره ارزیابی داریم وارد بکنیم بقیه نمره طرف آماده نباشه اون از لیست حذف میشه، نمرهش بالاخره میاد خارج میشه و نمره کلشو میگیره، ولی دیگه تو اون لیست نمیدیم، این کار ما سخت میشه، زمانگی رو به هم میریزه و این پنالتی رو داره. نه باید فرق کنه قاعده کنه، چرا فرق کرده؟ اول اینو با آموزش هم هنگ کنیم، اینو لطفا با دکتر خسروی هم هنگ کنیم، من نمیدونم چجوری میشه حلش کرد، من قوانین آموزشیشو نمیدونم، ایشون دقیقاً بهتون خواهند گفت که یا یه درخواست تغییر موضوعه اگه بشه، در صورت چیزی که پرزنت میکنم اینم سخت شد شما موضوعتون چیزی که تو سایت کنم تو خودتون قد یه چیزی دیگه میخواهید دفاع کنید، لطفا اینو زودتر مشخص کنید که اگه قبول کردن موضوعتون عوض بشه به ما اطلاع بدین که تون اطلاعیه که میذاریم و اطلاعات پروژه که تو سایت میذاریم همون موضوع جدیده رو بکنیم، اگر هم اجازه ندادن که دیگه ببینیم چون دیگه سوالی نیست؟ نه سوالی چه اون ده درسته ها توی همون روز هوا ادام میشه؟ بله انشالله قرار 10 تا 12 که بازدید عمومه ما نمره رو جمع بندی کنیم سورت کنیم اینا رو، ساعت 12 که مراسم داره تموم میشه 10% معرفی بشن و سرتیفیکیت ها اشتراک بشه. احتمالاً هم نمیدونم چه بخوام اینو هنوز نهایی نکردیم. احتمالاً مثلا اینجا باشه. اگه برنامه سالانه میخواد باشه میتونه تاریخش عقب‌تر باشه که همون مشکل سیر شدن داوری ها پیش نیاد. برای اینکه یه برنامه بهتری توی سالن حالا مثلا با پخش اون فیلم مستند ادیت شده و مشخص شدن بکنم برای شما آسان‌تره دیگه. نه صحبه، یه روز دیگه آره همه جمع کنم، یه روز خانواده ها احتمالاً هستن و یه روز دیگه هیچی داشت نکنه، یه دردقیه بودی نمونه از این
درد سر داره ممکنه اینا هم روز خیلی سخت نیست. حد اکثر دوریشن ما الان بیشترینش به دو نفر، یعنی اون دوریش سه نفر نفر برگزیده داره. حالا در بدترین حالت 20 نفر داریم، میشه اینا رو سریع همون روز مدیریت کرد. حالا اگه نشد به دلایلی این کار انجام خواهیم داد، ولی برنامه اینه که همون روز اعلام بشه.